آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید وقف دانشگاه آزاد از لحاظ فقهی و حقوقی صحیح نیست. آیت الله خامنه ای تاکید میکند وقف مزبور دارای اشکالات اساسی فقهی و حقوقی است. اکبر هاشمی رفسنجانی، آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی، میرحسین موسوی، عبدالله جاسپی، علی اکبر ولایتی و سید حسن خمینی از اعضای کنونی هیئت مؤسس دانشگاه آزاد هستند. شهریور ماه سال گذشته اعضای هیئت مؤسس اعلام کردند با توجه به اختیارات خود تمامی اموال دانشگاه آزاد را وقف کردند تا به گفته آنان سرمایه عظیمی که عمدتاً با اتکای به شهریه دریافتی از دانشجویان و برخی کمک‌های مالی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی به دست آمده به ملت بازگردانده شود. اکبر هاشمی رفسنجانی پیشتر در سخنانی ابراز امیدواری کرده بود که مخالفان وقف این دانشگاه نتوانند وقف اموال آن را برهم بزنند. آیت الله خامنه‌ای در نامه خطاب به آقایان اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس هیئت مؤسس دانشگاه آزاد و محمود احمدی نژاد رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی نوشته است مأموریت دو هیئت فقهی و حقوقی برای بررسی وقف دانشگاه آزاد به این نتیجه قطعی منتهی شد که وقف مزبور دارای اشکالات اساسی فقهی و حقوقی است. محمد سیف‌زاده، حقوقدان و وکیل دادگستری از تهران، در گفتگوی تلفنی با همکارم پیام یزدیان خاطر نشان می‌کند در صورتی که طبق موازین حقوقی وقف منعقد شده باشد دیگر قابل برگشت نیست. وقف یکی از عقود هست که از فقه اسلامی گرفته شده و در قانون مدنی ما آمده، قانون مدنی که 80 و چند سال پیش تصویب شده، ماده 55 قانون مدنی میگوید که وقف عبارت است از این که عین مال حبس و منافع آن تسبیق شود. این عقد وقف مانند عقود دیگر احتیاج به ایجاب و قبول داره، یعنی طرف عرض کنم یعنی از سوی وقف کننده یا مالک، از سوی وقف کننده احتیاج به ایجاب دارد و موقوف علیه هم باید اون رو قبول بکنه. حال اگر وقف خاص باشه مثل اولاد یا افرادی که اسم ببرند اونها باید قبول بکنند، و اگر وقف عامه باشه قبول حاکم به موجب ماده 56 قانون مدنی شرط است. یعنی فکر میکنین آقای خامنه ای آیا در سمت مرجع تقلید حکم به لغو وقف دانشگاه آزاد دادند یا در سمت رهبر جمهوری اسلامی یا ولی فقیه؟ احتمالاً اگر این کارو کرده باشن به عنوان به اصطلاح حاکم که در ماده 56 آمده، ایشون حق داشتن که قبول بکنن وقف رو یا قبول نکنن. قبلا اینها دست اداره موقوفه بود که الان در این قانون مدنی که البته میگم تصویبش هم مربوط به 80 و چند سال پیش هست، قبول حاکم رو شرط قرار داده. و برای لغوش چی؟ آیا به همین شکل میتونه لغو کرد حکم وقف رو؟ عرض کنم خدمتتون که نخه، نمیشه لغو کرد. الان باید در این مسئله که مورد نظر شما هست ما ببینیم که به اصطلاح حاکم قبول کرده یا قبول نکرده. اگر قبول کرده باشه دیگه نمیشه ازش برگشت، اما اگر قبول نکرده باشد عقد اصولا محقق نشده. آقای سیف‌زاده، آیا احتمالاً این حکم آقای خامنه‌ای مبنی بر باطل نمودن وقف دانشگاه آزاد باعث نخواهد شد که کسانی که مبادرت به وقف اموال خود میکنند از تصمیم خود منصرف بشن، چون به همین شیوه میشه خیلی ساده وقف رو شکست؟ به هر حال وقف باید واقع بشه و به ایجاب و قبول واقع بشه، و الا عرض کنم که امکانش نیست که عقد واقع شده باشه. تأثیر این عمل بر مالکیت خصوصی چیست؟ و مالکیت خصوصی رو به این شکل زیر سوال نمیبره؟ امکان داره که اثر گذار باشد، اما به هر حال این پدیده وقف رو تا زمانی که ایجاب و قبول مثل سایر عقود اسلامی واقع نشه محقق نمیشه. اتفاقا آقای خامنه ای در حکم خودشون به ماهیت غیر خصوصی و غیر دولتی بودن دانشگاه آزاد اسلامی اشاره کردند. آیا همین دلیل کافی برای دور نگه داشته شدن دانشگاه از دست اندازی دولت و نهادهای دولتی نیست؟ البته تا اونجایی که من اطلاع دارم دانشگاه آزاد اسلامی همینطوری که گفته شده دولتی هم نیست، و من البته اساسنامه‌اش رو باید ببینم. اینکه عقد واقع شده یا واقع نشده این رو هم باید واقعا مورد مطالعه قرار داد، اما تصور من این است که تا اونجایی که اطلاع من دارم این مربوط به مالکیت عمومی نیست.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید وقف دانشگاه آزاد از لحاظ فقهی و حقوقی صحیح نیست. آیت الله خامنه ای تاکید کرد که وقف مزبور دارای اشکالات اساسی فقهی است. ساعتی پیش همکارم سیاوش سعادتیان نظر محمد جواد اکبرین پژوهشگر امور دینی را در خصوص اشکالات فقهی این بحث جویا شد. ببینید، به محض اینکه ما پذیرفتیم که دانشگاه آزاد یک دانشگاه دولتی نیست، یک دانشگاه خصوصی است، هیئت امناء مشخصی داره، هیئت مؤسسی داره که همه اونها اتفاق نظر دارن در اینکه اموال این نهاد غیر دولتی وقف بشه، همین کافیه برای اینکه ما این وقف رو مشروع بدونیم. مضاف بر اینکه کسانی که در این مجموعه هیئت مؤسس هستند افراد بیگانه ای با مقوله فقه و وقف نیستند. آیت الله موسوی اردبیلی که از مؤسسین اصلی دانشگاه آزاده و این موضوع با ایشون در میون گذاشته شده، امروز از مراجع تقلید هست و پیش از رهبر جمهوری اسلامی رساله فقهی او منتشر شده و آقای هاشمی رفسنجانی به تصریح خود آقای خامنه ای مجتهد مسلم هست. من فکر میکنم که تشکیک در صحت شرعی وقف هیئت مؤسس دانشگاه آزاد بیش از این که یک دیدگاه شرعی و فقهی باشه، یک اظهار نظر مبتنی بر مصالح سیاسی است. آقای اکبرین، با توجه به این که شما اشاره کردید که نظرات شرعی یکسانی در خصوص مسئله وقف اموال دانشگاه آزاد وجود نداره، آیا این مسئله قابل بحث هستش از لحاظ شرعی، یا اینکه با توجه به فصل خطاب بودن صحبت‌های آقای خامنه‌ای این مسئله هم تمام شده است؟ ببینید، اطلاعیه آقای خامنه‌ای در نوع خودش بدیع محسوب میشه، یعنی واقعاً پدیده غریبی است. ایشون در این اطلاعیه صراحت گفته که به لحاظ فقهی اشکالاتی وارد به مقوله این وقف. خب اگر ما این روی موضوع سیاسی تلقی کنیم، اصلا نیازی به همچی ادبیاتی نبود. ایشون میتونه دستور بده که دانشگاه آزاد اساسا دولت دربارش تصمیم بگیره، هیئت مؤسس دانشگاه آزاد هیچ تصمیمی حق نداره در خصوص این دانشگاه بگیره، یک حکم سیاسی، کما اینکه سایر امور مملکت رو هم همینجوری اداره میکنن. یعنی شما نگاه کنین مثلا تو قانون مطبوعات تو مجلس ششم ایشون چجوری برخورد کرد، مگه استدلال کرد؟ دستوری داد از باب حکم حکومتی که هم ایشون قبول داره، هم علاقمندان و در واقع پیروان ایشون، و هر کس هم قبول نداره طبعا مجبور مطیع باشه که قانون مطبوعات رو بهش رسیدگی نکنن و تغییرش ندن. در ماجرای دانشگاه آزاد هم ایشون میتونست از حکم حکومتی استفاده کنه. این بسیار غریبه که ایشون میگه به لحاظ فقهی اشکال وارد است. خب اگر اشکال شما دارید، در مقابل شما هم دیدگاه فقهی مؤسسین دانشگاه آزاد وجود داره که اونها هم بر اساس دیدگاه فقهی این دانشگاه رو اموالش رو وقف اعلام کردن. شما اعلام کنید نظرتون رو، در یک روند علمی اونها هم جواب بدن به اشکال شما و داوری رو بگذارید به یک هیئت حکمی که از صلاحیت حقوقی و فقهی برخوردار باشه و دستور نهایی رو شما ندید. ایشون نهایتاً اعلام میکنن که یک گروهی رو من مأمور کردم، اون گروه میگه که اشکال وارد است، در نتیجه وقف دانشگاه آزاد منتفی است. من این روش رو و این روند رو بسیار جدید و بدیع میدونم و البته از توفیقات خاص رهبر جمهوری اسلامی در رسیدن به اهداف سیاسیشون.